سلام های بهنود، روزهای انقلابی 14 بهمن روزنامه ها نشون میده که گویا اختلافات بین دولت بختیار و آقای خمینی کم کم داره نمود بیشتری پیدا میکنه. ببینید، روز اومدن آقای خمینی روز پنجشنبه بود و بعد 13 روز جمعه بود. روزنامه ها تعطیل بودند. اگر هم تعطیل نبودند، روزنامه ها اصولا فرصت زیادی پیدا نمیکردن برن پشت صحنه و ملاقات هایی رو که اون پشت داشت صورت می گرفت که همینطور داشت تعدادش بیشتر می شد و جهتگیریش بیشتر می شد، اثر می زاشت و اینا، معاملاتی که صورت می گرفت، شروع به صلاح رفتن بعضی از نظامی ها در سطوح بالا به نزد روحانیون بود در شهرستان مختلف، مذاکراتی بودش که نه در سطوح خود آقای بختیار و بقیه با نماینده های خمینی صورت می گرفت و اصولا اون پشت خب طبیعتا شلوغ بود. یه دهی از خواص متوجه بودن که در کشور اتفاقاتی میفته. از جمله این اتفاقات، اتفاقی است که در توی روزنامه های کیهان به درست دیدش در چاپ اولش و اون این بود که آقای جواد شهرستانی که شهردار بسیار خوبی برای تهران بود، قبلا هم وزیر راه بود و بسیار آدم موفقی بود، ولی خب مشهور بود، همه میدونستن که آقای شهرستانی از خانواده روحانیان برجسته شیعه است و به هر حال آشناست با فرهنگ. این آشنایی باعث شد که در همون روز جمعه آقای شهرستانی با چند نفر از رؤسای شهرداری تهران رفت به دیدن آقای خمینی و آقای خمینی هم او رو منصوب کرد به عنوان شهردار تهران. این اولین حکمی بودش که داده شد، در حالی که بختیار سر جاش نشسته بود و هنوز هم هیچ خبری از نوع حکومت وجود نداشت. این بالا داره میگه که ملاقات با بختیار رو در صورتی میپذیرم که استعفا بده و البته میگه که دولت رو هم به زودی معرفی میکنم. یه نکته جالبم برای من تو روزنامه کیهان اینه که تیتر زده به نقل از آقای خمینی، دولت ها حق هیچ نظارتی بر رادیو، تلویزیون و مطبوعات رو ندارن. بله، صحبت جالبی. اگه وقتی که بعداً متن اینا از رو نوار پیاده شد، معلوم شدش که بسیاری از این جملات یه جاهایش در نقل یا تو تیتر برای خلاصه کردن یا هر چیز دیگه حذف می‌شده. مثلا فرض کن وقتی تیتر زده می‌شده که آب و برق مجانی، مسکن فراوونه، بیاین تهران، از این تیترها فراوون تو روزنامه‌های اون 10 بود که بعداً که می‌رفتیم توش می‌دیدیم یکی گفته که دعوا کرده، گفته نگو، یکی گفته یه شرط گذاشته، گفته همه آزادن، خانم‌ها هر کاری دلشون خواست بکنن اما رعایت شرعو بکنن. این اماهای آخر معمولا تو تیتر اینا نمیاد. بریم سراغ آیندگان. آیندگان هم تیتر زده من دولت تعیین میکنم از طرف آقای خمینی. بله، بعضی از روزنامه ها بیشتر اون خوشش اومده بود اون تیکه ای رو که ایشون گفته بود تو دهن این دولت میزنم. به خصوص در چاپ دوم روزنامه های 12 بهمن این خیلی تیتر جذابی بود برای روزنامه های خیلی طرفدار. ولی به حال آیندگان خبری روبرو شده با روزنامه، میگه که طرح تشکیل شورای انقلاب بایگانی شد. توجه داشته باشین اون روزها خیلی نباید به روزنامه ایراد بگیریم که چرا یه خبری رو میگن و معکوسشو میگیرن، به خاطر اینکه به همین آشفتگی بود اوضاع. یعنی در عرض یه روز اعلام شد سپاه پاسداران که انقلابی هم در روزنامه ها بوده احتمالاً. عملا اینطوری بوده. اینکه با روزنامه ها با کدوم یکی از کسایی که تو مدرسه علوی یا رفاه بودن تماس داشتن، از قدساده میشنیدن یا از آقای بنی‌صدر میشنیدن یا از آقای دکتر یزدی میشنیدن فرق داشت یا از دیگران یا اینکه از زبان بختیار میشنیدن و به همچنین خبرها گاهی اوقات بودش که امروز میومد فردا تکذیب میشد. در آیندگان هم باز داره از تمایل بختیار به ملاقات با آیت الله خمینی میگه. بریم روزنامه اطلاعات رو ببینیم که آقای خمینی میگه اگر راه مسالمت آمیز نبود اعلام جهاد میکنم. خب این حرف در این روزها یه مابولزایی داشت. گروه های چپ که کم هم نبودن تعدادشون، تو جاهای تو همه روزنامه ها بودند، مدام این به اصطلاح صحنه رو، این کوره رو میدمیدن توش و بیشتر نام های مشهور روشنفکری هم اونجا دیده میشدند که این مطرح میکردن، مثل استدلالی که آقای حسن احسان کرد توی مصاحبه‌ای در این روزها و گفتش که مثل شیلی نشه که آلنده رفت و بعدم یه پینوشه اومد جاش. چرا؟ به خاطر اینکه آلنده قاطع عمل نکرد و بنابراین پیشنهاد این بود که قاطع عمل کنیم و خیلی تندتر از اینها بریم، چون که مصاحبه هم که آقای مومنی با آقای مومنی کرده بود اونم همینطور. فضای کلی به هر حال این بود که در این روزها بیشتر تشویق میشد به تندروی
اصولا کسی این وسط ها نمیگفت خاله خب شاه رفته حالا دیگه بریم تو خونه هامون و اینا، کمتر گفته میشد. نه آقای خمینی هم گفته دولت فعلی فاسد و غیرقانونی است و باید کنار برود. ممنون آقای بهنود.